دکتر ایرج ناصریان وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا دادگاه های فدرال و دادگاه های بی آی ای در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید تلفن های تماس 855 947 7900 و یا ده 337 7900 و, 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 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingcal.com بیرندگان عزیز در هر جای دنیا که هستین امیدوارم که به سلامتی بگذارین و درود بر شما برنامه این باید رضای شممه از ساعت 9 تا ده شروع میشه شروع میشه تا ساعت ده ادامه پیدا میکنه و این برنامه ده هم در یوتیوب هستش که اگر کسانی میخوام بعدن نگاه بکنن مثلا به هر دلیلی که لایو رو نمیتونن نگاه کنن و همینم که در آرشیو خود من که همون زیر اونجا نوشته شده www.law.inscal.com و یا اینکه در آرشیو شبکه هستش این برنامه رو ما خیلی وقت پیش شروع کردیم 22 و خورده سال پیش شروع کردیم و بیشتر هدف ما این بودش که مردم که برای برای امیگریشن به آمریکا تقاضا میکنن ما راهنماییشون بکنیم راهنمایی بکنیم برای اینکه راهنماییهای درست و غلط زیاد بود و تا اونجا من سعی کردم که برم به اصل مطلب اصل قانون و اصل قانون رو توی این برنامه تلویزیونی به مردم بگم البته خب سایت یعنی به حساب تلفن هم خوشم نه فقط برای اینکه تلویزیون در این تلویزیون میتونم مردم تلفن بکنم و من تا اونجایی که میسره نه اینکه مسئله یکی رو حل بکنم برای اینکه سخت آدم پرونده رو تا ندیده باشه بخواد یک راهنمایی عاقلانه ای بکنه ولی خب در سطح کلی میتونه آدم قانون رو به افراد بگه و بگه مثلا که چه کار باید بشه یا نشه اکثرا مشکل مشکل ایمیگریشن یه چیزی که مردم عادی اشتباه کم میکنن کسانی که یک مقداری اطلاعات دارن اونا اشتباه زیاد میکنن برای که فکر میکنن که میرن توی گوگل و این برنامه یعنی به حساب راه نمایی ها که بهشون میشه انجام بدم. در بعضی موارد درسته در بعضی موارد درست نیست برای اینکه هر کسی باید به فکت به اون مسئله یک شخص نگاه کنه ببینه چجوری اون قانون میتونه این رو حمایت ازش بکنه و همین میگن که بعضی مقام میگن که یک دانش خیلی کم برای آدم خطرناک هستش بارها شده من افرادی هستن که زنگ میزنن و خب اگر یه نفر هیچی نمیدونه میگه من میخوام این کارو بکنم احتیاج به کمک دارم بودم را نمایش میکنه ولی یه مرتبه یه نفر میاد میبینه که یه کاری رو انجام داده یه نفر که اصلا کارش نبوده و خرابکاری کرده و سخت مثلا بهتون بش... بگم به عنوان مثال یه نفر رفته تازه ویزای ویزیتور کرده خب ببینید موقعی شما وارد اتاق کنسول میشین برای هر دلیلی که میخواین برای نان ایمیگریشن برای غیر مهاجرتی ویزا بخواین غیر مهاجرتی منظورانه مثلا مثل ویزیتوره، مثل دانشجویی میخواد بگه من میخوام برم 15 روز آمریکا بمونم 50 روز آمریکا بمونم یا میخوام برم تحصیل بکنم و بله خب این کنسول یک کتابچه داره به اسم فورن فرمانو فورن فرمانو هر صفحه ایش یک دستورالعملی برای کنسول داده البته خب خیلی کنسولا هستن که اونا کاملا میدونن یه ده کنسولا هستن که تازه هستن جمعون هستن تجربه زیاد میرن رو اون کتاب مثل چک مارک میکنن این اون, اون اون اگر همش درست باشه ویزا رو صادر میکنه خب در مورد نانه میگیرن ویزا که مثلا بگیم در باید ویزا ویزتاری دانشی موقعی که یک شخص اپلای میکنه تقاضا میکنه برای ویزیتور میره تو اتاق کنسول که باهاش چی بکنم البته در خیلی موارد هستش که کنسول روز پیش یا شب پیشی که فرد صبح مصاحبه دارین پرونده شما رو خونده تقریبا میدونه میخواد به شما چی جواب بده ولی موظف از طرف قانون با شما مصاحبه بکنه برای اینکه ممکن یک اطلاعات جدیدی بهش بدین که اون بیا تصمیم میشه یا محکمتر بکنه یا عوض بکنه اولین نکته که توی اون دفترچه مربوط به نان میگیرند ویزا هست به کنسول میگه تو باید فرض بکنی که این شخص که اومده اینجا تقاضای نان میگیرند ویزا کرده میخواد بره و بر نگرده میخواد بر اونجا تبدیل بگیم بخونه باید این شخص نشون بده که نه این پرزامشنه کنسول اینو پرزامشنه و اون شخصی که تعاظم کنه باید اوورکام یه دیواره ایه که این باید از این دیواره رد بشه یعنی اوورکام بکنه اون پرزامشنه خب طرف این که آقا من خونه زندگی دارم میران زن و بچه هم ایران هستن یا اینکه تملک دارم درآمدم اونجا برم آمریکا چیکار کنم آخر. اینجا زندگی دارم فک فامیل اینجا هستن بنابراین شما نمیتونی به من بگی که من وابستگی مالی یا وابستگی خانوادگی, خانو ندارم باید اون شخص چی بکنه که وابستگی مالی بوده 20 سال در یه شرکتی در کار میکنه یا در دولت کار میکنه و دو سال دیگه بازنشسته میشه و بازنشسته میگیره چرا به از بین ببره یا اینکه مثلا ملک املاکی داره زن بچهش ایران هستن وابستگی خانوادگی داره اگر بتونه اون پرزامشن به فرض کنسول که شما میخواین برید اونجا بمونین این به می رد میکنه میگه نه این درست حالا اینو برای اون گفتم که بارها شده افراد تحصیل کرده ای. هفته پیش ای گلسای دانشگاهی در یکی از شهرهای آمریکا با من زنگ زد ما هم کار رو کردیم و رفته این طرف ردش کردن چه کار میتونی بکنی کار نمیتونی بکنی موقعی که رفتی اونجا مگر اینکه شما بیام بگین که این اپلیکیشن که ما نوشتیم کامل نبوده و این اطلاعات رو میخوام کار سختیه ولی من میخوام که تا بگم تا اونجا که میتونین سعی کنین که کاری که میکنین جواب های احتمالی کنسول رو جواب بدین در اون صورت کنسولی با شما دشمنی نداره اگر ویزیتورین از خدای درش میخواد که بیان آمریکا همچون که سری ممالک دنیا به غیر از ایران از گردشگری پول میبرن همین ترکیه رو نگاه کنید سالی چقدر از گردشگری پول میبرن خب ویزای گردشگری بیان نفر میده بره اونجا ده چقدر که از اتاق هتل خالی رو پر بکنه پنج تا رستوران بره یه سری جنس بخره برگرد مملکتش خب یه پولی خرش کرده اونجا کار تولید میکنه در ممالکی که این نیست خب مثلا توریست میگه پا نمیذارم اونجا حتی وزارت کشور در مورد ایران گفت آقا ایرانیایی که حتی سیزل آمریکا هستن تا اونجا که میدونه از رفت ایران رفتن به ایران بر باشه حالا من میگم که مسئله سنی که این ویزاها بی خود کسی رو رد نمی کنن. مثلا بگم من هفته پیش یعنی خبر خیلی قشنگی که صبح دیروز من شیدم در از یکی از ممالکی که یکی از این سه تا مملکت که اینا رفته بودن ما با شکایت از دولت من دیمس فایل کرده بودیم اینا رفته بودن اونجا و وقت براشون گرفتیم و ویزاشون رو بهشون دادم و تلفن کرد این شخص که فرزندشون نوش همه اینا جزوه اون چی بودن بهشون ویزا صادر شده دادن برای اینکه موقع یکی یکی که شما ان کار بکنید کنسول کار نمیکنه کنسول باید طبق اون چارچوب کار بکنه اگر نکنه خب مشکل داره برای اینکه حتی مثلا در این مورد من یادمه که موقعی که شما از یه نفری در منده مصر شکایت میکنین از یه دو نفر که شکایت نمیکنین مثلا اگر مسئله ویزا باشه خب وصل ویزا رو کی باید بده اداره مسئولش که کنسولگریه کنسولگری رئیسشون که وزیر کشوره رئیس اونا که رئیس جمهور آمریکاست موقعی که میری شما تو کنسولگری این باید کار خودش انجام بده وقت اینا مثلا شما از وزیر کشور یا مثلا سکرتری هیومن ریسورس اداره امنیت داخلی اگر که شما شکایت داشته باشین اونا که نمیان تو دادگاه که وقتشو ندارن بنابراین در هر ایالتی اگر که از فدرال کورت شکایت میکنین اون اداره وزارت دیپارتمنت جاستس وزارت دادگستری اونجا یک دادستان هایی گذاشته که اینا رو بهش میگن که یو اس دستر... دسترک اترنی مزد میخوام یو اس اترنی دسترک اترنی فرق میکنه یو اس اترنی یو اس اترنی میگه چیه اون کیس شما رو بهش یک وکیلی رو می انتخاب میکنه میگه این کیس مال تو اون شخص با من که شکایت کردم تماس میگیره و صحبت با هم میکنیم که چیکار بکنیم اگر میخوایم بریم دادگاه یا اگر اینکه میخوایم همینجوری حلش بکنیم بیا با هم صحبت بکنیم شما میشینیم با اون دسترکترنی صحبت میکنیم که این پرونده اینقدر محکمه و دادگاه رفتم فقط وقت دادگاه رو میگیریم بیا با هم دیگه حلش بکنیم خب در این مورد این کس اینجوری شد که یوس اترنی به حساب دبوت اترنی به من زنگ زدن اونجا و گفتش که این پرونده اینجوری اینجوری اینو میخوایم اونو میخوایم گفتم خواه همه رو بهت میدیم موقعی که با هم دیگه صحبت کردیم گفتش که به ما سر هشتاد دو زخم گفتم آقا نه دو نمیتونم وقت بدم اینو الان دو سال بعد از مصاحبهشون منتظر امروز فردان همش اگر که این کار باید پنج روز طول میکشه شما تصمیم بگیرید ده روز طول میکشه یه ما من از تاریخی که اومدم اتفاقا اینو رو به همین چیزی گفتم گفتم آجو از تاریخی ما مصاحبه برای این گذاشتیم یا قبولش کنم یا ردش میکنم اگر قبولش کردم من شکردم پس میگیرم اگر شکردم من فقط به سی روز اضافه از تاریخی که بهش از تاریخی که من بهش برای شما وقت کنسول گرفتیم فقط سی روز میدم برای چی؟ برای اینکه اگر احیانا به هر علتی کنسولگری به این ویزا نداد من شکایتم پس نگرفتم شکایت سری جاشه توی صف شکایت شکرای... هستش رونیسا میخوام بهتون بگم که مسئله مهاجرت مسئله ساده نیست به خصوص قانون مهاجرت یه قانونی که همش عوض میشه بیستش عوض نمیشه ولی این ریزه های این طرف اون طرفش عوض میشه شما حساب کنید ببینید خودتون از ظرف مثلا ده سال گذشته ببینید چقدر قوانین فرق کرده ببینید چقدر رئیس جمهور ها اومدن و خودشون دستور دادن که میتونه دستور بده برای برای سیف برای امنیت مملکت بگه خیلی خوب مثلا بگم اگر که توم باشه اومدن گفتن که در آقای ترامپ مولیش جمهور بود اومد گفتش که از این هشتا مملکت ما ویزا بهشون نمیدیم بعد که میدیم نگاه میکنیم میدیم خب که ترامپ که باید مملکت دشمنی نداره حتما یه چیه چرا اینجوریه بعدا نگاه میکنیم میگه که موقع که کنسولگری میخواد ویزا بده میخواد ببینیم که جلوش هستش کیه اطلاعاتی که دربارش بگیره برای اینکه اینا به امنیت داخلی دارن دیگه میخوان نگاه کی وارد میشه کسی وارد میشه بیاد اینجا یه نفر ترور بکنه دزدی بکنه فحشا بکنه یا چیز دیگه رونسی ها این رو اطلاعات از مملکت میخوان این هشتا مملکت اطلاعات نمیدادن دولت آمریکا هم گفت بین این هشتا مملکت تا موقعی که اطلاعات ندن ما بهشون ویزا نمیدیم که اتفاقا یکی از اون مملکت ویزا چی شد اطلاعاتو گفت شروع میکنه میدیم و اونو فورا از تو لیست در رو بودم هم تلفون کیا بفرمیم سلام روزتون بخیر خسته نباشیم درود بر شما از کجا نهی میزنی از ویرژینیا بفرمیم گوش میکنم من آقای من شوهرم و بعد در شوهرم و جاریم بعد اینترویو ماه مارچ رفته بودن دخترشون برایشون نفرای کرده و دخترشون از سی به عنوان مهمان بیان به جاریم گفته بودن که شما میتونه الانم ویزا بگیری مشکلی نداری میتونه بره ولی شوهرتون باید اف چک بشه الان حدود از ماش تا حالا شما کنه چند ماه ولی هنوز هیچ خبری برش نشده یه دختر جانین به من گفت میشه زنگ بزنی سوال بکنی زنم گفتم باشه حالا خدمتون سوال میکنم که چی میشه برمی اینا ببینیم به طور کلی شما موقعی که وارد مملکتی میشین بله. باید که چیه بکرانتونو رو چک بکنم ببینن کی هستی چی هستی چی کار میکنی چقدر میخوای بری اونجا و چرا میخوای اونجا بمونی روی نصاب یک بکران چک میکنن بکران چک رو میکنه اداره اف در داخل آمریکا میکنه کنسولگری هیچ قدرتی در مورد اینکه بیاد بکران چک صادر بکنه نداره بکران چک مالی اداره دیگه است کنسولگری بعد از اینکه یه تقاضای یه نفر میگیره میاد چیکار میکنه میخواد ویزا صادر کنه میگه ولی طبق تو تو طبق تو 12 ما باید بکرانچکت چک رو نگاه کنیم بله. خب ویزا رو موقعی صادر میکنه که صفحه اول ویزات رو نگاه بکنین میبینه رو اونجا یه کودی نوشته این کودیه که اومده بکرانچک چک رو اف بی آی کرده غیر از اون اجازه نمیدن یه نفر بیاد حالا آیا ایشون که رفتن ماه مارچ که ماه سومه الان ماه دهم شش هفت ماه پیش رفتن اونجا هنوز بکرانچکشون چکشون نیامده اگر شما احیانا به کنسولگری هر موقعی تقاضا بکنین سوال بکنین میگن که پرونده شما کامل منتظر بکرانچک چک هستیم حالا در دو سه هفته پیش در آمریکا دیوانه اومد و به رئیس جمهور قبلی آمریکا شلی کرد خوشبختانه هیچ اتفاق با پنج دقیقه بعدش تمام اطلاعات این شخص داشتم اندازه کفشش هم داشتم حالا چرا مال این فامیل شما بکران چکش طول کشته اولا درجه اهمیت هر کیسی خیلی مهمه یکی معامل رئیس جمهور و کاندید رئیس جمهور هزارها نوع باید ازش محافظت بکنن بنابراین افیا همه کارش میتونه زمین یه هفته باید جواب بده شده همون روز جواب بده مورد شما یه نفری که میخواد بیاد اینجا ویزا یا ویزا بگیره باید نگاه کنیم ببینیم که بکران چک این بکران آقا چی بوده در کجا کار میکرده این امکان داره آقای دکتر قبلا توی چیز بوده جز این کسایی که مثل حقوق از این دولت میگرفتن چطور بگم براتون نه. جز جانبازان بوده ممکنه یک کمش ولی نه جانبازان اگر که احیانا برای مملکتشون دفاع میکنن خب آمریکا به هزاره سرباز این برنامه اگر احیانا یک گروهی بوده که این گروه گروه افراطی بوده ممکنه اون کارشون رو لنگ گذاشته باشه ولی به هر حضرت... سابقه هیچ برنامه‌ای نداره خیلی آدم درست و صاف سابق و ساده ای هم هست تو... فقط تنها چیزش هم میگه که جزء جان بازار بوده همین خب این اطلاعات شما شما من میگین تا اونجا که شما اطلاع دارین و منم به شما جواب میدم بر اساس اطلاعاتی که دارم بله ما نمیدونیم ده. که این موقعی در, 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 در سپاه که خدمت نمیکرد کرد ها؟ نه سپاه خلی کلن خط بزنی بله میدونم البته خب این رو میشه شکایت کرد برای اینکه برای مملکتی که الان آدم به کره مریخ میخواد بفرسته اینقدر کامپیوتر دارن که اسم همه رو نوشتن بکراند همه رو دارن رون حساب میشه شکایت کرد آیا من به همه کسانی که تلفن میکنم میگن شکایت بکنه میگم آقا یه ما دو ما دیگه سب کنیم برای اینکه هزینه ای که برای این کار میخوایم بدیم زیاده و شاید که این دو ماه حل بشه به شما همین بیشنادی میکنم آیا میشه شکایت کرد؟ بله شکی نداره از دولت شکایت میکنه که چرا این شخص رو اینقدر معتل که چقدر طول میکشه آیا سکرتری هوملن سیکیوریتی امنیت داخلی آیا الهان رو اسمشه آقا واسه چی <coughs> به افبیای دستور نمیدی که <coughs> این کارا رو انجام بدم ولی گفتم بازم یه شکایتیه که این شکایت مثلا در حدود 60 روز باید جواب بدن و اکثرا هم آدم موفق هستش ولی هزینه ببینید هزینه شو بذارین هزینه رو میخواین بذارین به صرف این دو ماه جود تر بیاد من تحریش بودم دو ماه سب کنین اگر خواستین اون موقع شکایت دادم بکنه خیلی ممنون آقای دکتر لطف کردین روز خوبی داشته باشین همینجور برای شما خیلی خوب متشکرم خداحافظ شما روز سلام بخیر متشکرم خب آدم الان این صحبت هایی که میشه نگاه میکنه میبینه که مملکت آرام ما پیش از اینکه اون آقای چیز اومد ایران مملکت آرامی بود با کسی دشمنی نشیم با تمام ممالک دنیا رابطه داشتیم پاسپورت یه هر جا که میبورن یه رو میگو بفرمین تو چرا انقدر خرابش کردیم من به شما قول میدم اون کسانی که در فران شهر کوچیک ایران زراعت میکرد یا مغازه داشته بودن اونا عامل این وضعیت ایران نیستن ما در حدود شاید بگم بیش از صد هزار نفر شاید هم بیشتر میلیون نفر در ظرف این 45 سال گذشته جوانای های ایرونی یا آدم های یکم کشته شدن یا در جنگ یا در چیزایی که هم میگم مثلا همه امسال هشتر و خورده اعدام کردن اعدام چیزی کسیفیه اعدام چیزی کسی اعدام من موقعی که مدرسه میرفتم اینجوری فکر میکردم اگر من در یک, مدر، در یک درسی اگر من نمره رفوزیگی گرفتم یکی خودم مسئولم یکی هم معلمه که نتونسته به من درس خوب بده امتحان از من نکرده مسئله که اون شخص ای که در یه جایی کار میکرد یا اون آدم کارمند اداری که فقط مرتب میرفت سر کار اونا،, اونا, باعث اومدن اینا خوندن نشدن اونا بودن که اومدن از یک تیکه جمله اون آقای خمینی که میگفت همه با هم ولی همه با هم این روشن ن... فکر نکردن که همه با هم دارا... دارن به سوی آتیه مبهمی میرن به سوی آتی میرن که مملکت اقتصادش اینجوری میشه دانشگاهش به این وضع میفته دانشجو رو از پنجره پتش میکنن پایین دکترای مردم و چشماشون رو کور میکنن در زندان ها چه اتفاقای میفته و هم دو مرتبه یه جنگ دیگه میخوان شروع کنن آخه جنگ رو چی میخوان شروع آخو کمال احترام رو به مردم اسرائیل و فلسطین دارن ولی به من چه مربوطه من چه کارم چرا خودم آتی این چی میکنم این همه خرج کردیم برای چی برای اینکه الان هی میترسیم وزیر امور خارجه رو این ورور میفرستیم التماس کنیم که با ما حمله نکنیم خب شما حمله رو خودتون اول کردیم به هر صورت مسئله اینه که هی ما گفتیم که سران مملکت گفتن اسرائیل باید نابود بشه ولی الان دارن نگاه میکنن ایران دارن نابودش میکنن و مردم کاری نمیتونن بکنن مردم نشستن میخوان زندگی خودشونو بکنن میخوان من یادم که مثلا اصل جمهوری شد تو خیام پهلوی تاکسیه میرفت اونجا میزد در کبابیه میمد روی کاپوت ماشین با بازن و بچهشون یه آهنگم میشه مردم اونو میخوان مردم کار ندارن که کجا کشته شده هزار خورده سال پیش یا اینکه آفریقا به من چه مربوطه ایران میخواد اگه اگر میتونین برسین به اینکه برین اسلحه بخرین برای بچه های مردم چیکار کنین قلم کاغذ بخرین دانشگاه ها رو بهش برسین هر کسی رو دانشگاهش نکنین و هر صورت این مسئله که الان نه اینکه مردم ایران رو ناراحت میکنه مسئله این جنگ ایشالا که هیچ ایش نمیشه ولی ضررش تو اون کاخ نخواهد بود اون جوانای های مردم هن. که یه مرتبه اومدن به اسم مصطب کشنش اون با, با عراق لسان به ما شما بود که عراق اومدیم های گفتیم بخواییم سادر کنیم صادر کنیم الان دو مرتبه چیکار میکنن؟ روی میهن پرسی افراد که مردم ایران میهن پرستن اهمیت نداره که چه فرقی هستن می هم الان دو مرتبه یه جنگ میخوان شروع کنیم بس <applause> هفته پیش لاتری شروع شد لاتری تا روز پنجم نوامبر یعنی 25 روز دیگه 24 روز دیگه ادامه پیدا میکنه تعدادی که در سراسر ما دنیا تقاضا میکنن برای 50000 تویز البته پنج پنج 5500 تاش برای یه دلیل دیگه است. ولی ولی 50000 تاش برای تمام این مملکتشان چندین میلیون برای این شرکت میکنن و خب خیلی هم کارشون انجام میشه خیلی هم کارشون مثلا شما گرفتی که لاتاری بلیت گرفتی برای قرعه کشی این همونه یه قرعه کشیه تمام از این چندی میلیون نفری که تقاضا میکنن پنجاه توشون در میان وقت بر... وقت این پنجا تا رو بر اساس چی میدن نه هر مملکتی یک سری من... پایش برای این چی شده میخوان که جمعیت آمریکا دایورسیفاید بشه من این تلفنم جواب بدم بفرمین الو سلام علیکم درود بر شما بفرمین ام من از دانمارک زنگ میزنم و میخواستم خدمتتون بگم که ایمیلی که در مورد اون اختراع بود من برای شما فرستادم امیدوارم که دریافت کرده باشید کی فرستادین خانم من دو سه روز پیش فرستادم با تمام متریالی که شما لازم داشتید که بخونید ببینید چی هست به به یه دقیقه جمعه چجوری برای من فرستادی؟ آیا با اپ فرستادی یا اسکن و ایمیلش کردی؟ اسکن و ایمیل و توش لینک هایی هستش که مربوط به چیز هستش مربوط به همون سیستم اکولایت هستش او وقت ببینم شما آیا این رو در هیچ مقاله جایی ارائه دادین قبلا یا نه بله ولی نمیدونم توی یه مجله فیننس فکر میکنم که قبلا ارائه شده بوده ببینم اینو یعنی بیش از یک سال بوده یا کمتر از یک ساله خیلی بیشتر از یک ساله ببین شما موقعی که یک اطلاعاتی رو میان یک به حساب اختراعی رو میان موقع برای فروش یا توی روزنامه یا توی یک سخنرانی که بیش از 25 نفر نشسته باشن بیان این رو اینو, اینو شما به پابلیک هدیه دادین ولی به هر صورت من اینو نگاه میکنم و اگر که ایمیل داشته باشین که حتما هم ایمیل دارین با اتون تماس میگیرم مرزد میخوام هنوز نخوندمش نه خواهش میکنم اصلا مهم نیستش و فقط همینقدر که بدونم که شما گرفتید اینو من با اتون تماس میگیرم شما اگر ممکنه یک ایمیلی به من بزنین دو مرتبه ایمیل من اون زیر نوشته شده آیناسریان at lawinscal.com بزنین که من باید از روی ایمیل سرچ بکنم از توی ایمیلم در بیارم اوکی؟ حتما. حتما شبتون بخیر شب شما بخیر خدا درباره لاتاری صحبت میکردیم ببینید <applause> پنجاه هزار تا هست بر میخوان... اصلا هدفش چی بوده هدفش این بوده که بیان این مملکت جمعیتش از همه ممالک دنیا نمو... یک دی داشته باشن یه سری ممالک هم مثلا مثل, مثل آلمان مثل کانادا مثل انگلیس خب اونا به کافی اینجا مهاجر داشتن یه ممالکی هست که به انزه کافی مهاجرت مهاجر نداشتن به اونا چیکار میکنن میگن اونا میتونن شرکت بکنن ایران یکی از اون کشورهایی که میتونه شرکت بکنه خیلی خوب شرکت کردن در لاتاری مسئله اینه یعنی که برای هر درسته که ایران میشه ولی یه درصدی از اون میگیره درصد چه الان نمیدونم یه موقعی سه چهار درصد بود از جمعیت اون مملکت الان خب جمعیت مملکت زیادتر شده حتما تعدادی که از برای اون مملکت گرفته میشه کمتره رو نصاب اون که مسلمه شما باید که ایرانی ها میتونن تقاضی حالا ایرانی ها کیان؟ ایرانی کسانی در ایران زندگی میکنن ایرونی هستند که در آلمان زندگی میکنن ولی پاسپورتشون یا ملولشون ایرانه ایرانی هستن این در استرالیا زندگی میکنن میتونن شرکت کنن برای محل تولدشون ایرانه رونساب این خیلی مهمه که این رو بدونید. خب پیش از اینکه که تقاضای اپلیکیشنتون رو برای لاتاری بنویسین من خواهش کنم دو سه تا چیز در نظر بگیرید یک عکس پاسپورتی 600 پیکسل در 600 پیکسل رو دیجیتال در فایل داشته باشید تولد هاتون رو روی اون دیت کانورتر به نگاه بکنین تولدتون رو به صورت مسیحی داشته باشین بعد اون وقت در فامیل تمام مثلا یک پدری تقاضا میکنه برای خودش و خانومش و چهار تا بچهش یکی از این بچه هاش 18 سالشه 19 سالشه دیپلوم داره خب این پدر میتونه تقاضا کنه برای خودش برای همسرش برای اون سه تا بچهش حتی اون کسی دیپلوم هم داره 18 سالشه مادره میتونه تعاضا کنه برای همسرش و سه تا بچهش حتی اون بچه ای که ایران اون بچه ای که ایجدن سالشه چون دیپلم داره میتونه خودش تقاضا کنه برای سه جا میتونه تقاضا بکنه خب یه شرط دیگه اینه که باید شما دیپلم داشته باشین حداقل دیپلم داشته باشین یعنی چی دوازده سال های اسکول داشته باشید، دوازده سال دبیرستان رو داشته باشید. ممکنه که یه گده دوازده سال دانشگاه نشته باشن یا سال مدرسه رفتن ولی رفتن یه کارایی انجام دادن که طبعه اون لیستی که اینا دارن هر دو سال اون کار میتونه معادل اون یک سالی که در دبیرستان باید خدمت بکنه داشته باشن خب تولداتون که گفتم کجا متولد شدین کجا زندگی میکنین آدرس و اینا رو همه رو داشته باشین که تلفن و ایمیلتون داشته باشین من پارسال هم همین کاری کردم سلام هم همین کار هم میکنم اگر میخواین من براتون اسمتون رو بنویسم هیچ هزینه ای براتون نداره به یک شد هزینه که من میذارم اینه که در ایران پرداخت بکنیم به یک خانواده ای که مستمنده هفتاد درصد مردم ایران مستمندن متاسفانه برخلاف اون چیزی که ما موقع کنجا زندگی میکردیم به اینا کمک بکنین رسیدم نمیخوام ازتون روی آن سیستم میخوام آن سیستم بگین که من این مقدار پول رو به دادم مقدار پولم حداقل من میخوام چی باشه پنجاه دلار باشه اگر برای خانواده مثل این خانواده گفتم سه نفر چهار نفرن صد دلار بشه به دو تا سه تا خانواده بدین رسیدم برای من نفرستین احتیاجی ندارم فقط برای من بنویسین که اسم منو بنویس من اومدم به چند نفر خدمت کرد هیچ هم دیگه نمیخوام اسم اونا رو نمیدونم رسید و فرای اصلا برای من مهم نیستش خیلی خوب این از لاتاری هر چیز رو شرکت کنید میدونین که صبر نمی کنین دقایق آخر شرکت بکنین اون موقع از او ما سیستم چی میشه داغ میکنه دیگه اپلیکیشن قبول نمیکنه از الان شروع کنید تا پنجم نوامبر پنجم نوامبر وقت چیکار میکنید شمارتون پایینتر خواهد بود در موقعی که ویزا گرفتن اگر که قبول بشین چی میشه زودتر شانس اینو دارین که ویزا بگیرید خیلی خوب من دیگه میخواستم چی بگم سپا که هیچ فرق نکرده بدترم داره میشه وزید سپا متاسفانه تلفن که میشه آدم. من خیلی روی این سپا کار کردم سه چهار سال گذشته به خصوص برای آقای دکتری بودش که استاد پزشکی بود موقع بودن خدمت نظام میشه بیشه چه گفتم خدمت نظام باید بری خب همه باید میرفتیم خدمت نظام همه ما, همه ما رفتیم موقع هم که رفتم اونجا تقسیم نکردن که خودشون تقسیم کردن از این این برو یکی هم گفتم آقا شما میدین سپاه این اگه میگو من سپاه نمیخوام برم یه مشکلی داشت به دولت اگر سپاه رفته بود الان یه مشکلی با این داره برای اینکه مثلا این آقای دکتری که من میگم چندی بار آمریکا آمده بوده این آنم پزشکه استاد دانشگر اون موقع هم که ما در ایران بودیم من خودم یادم تو قسمتی که من داشتم حداقل سه نفر از اینا داشتم که دو نفرشون انگلیس فارغ التحصیل شده، یه نفر آمریکا فارغ التحصیل اینو من خدمت دادم یه بیسیک ترنینگ بهشون میدم پخششون میکردن تو ادارات میگن آقا تو نظام تو که مهندس میدم الکترونیکس هستی برو توی ماسی الکترونیکس کار بکن تو که مهندس مثلا نفت برو وزارت نفت برو اونجا خدمت سربازتون انجام بده <تصفح> این آقای دکتر هم همینجوری بودش ما به قدر این اونور رفتیم که ب... برادر خانومش برای این تقاضا تغاز... برای خانمش تقاضا کرده بود اسمشون در مادر رفتن مصاحبه برای خانمش و پسرش ویزا دادن به این آقای دکتر گفتن نه تو سبا خدمت کردی یا یعنی اینکه مثلا من کسی رو داشتم که این دو تا بچه سیزن آمریکا داره همسر سیزن آمریکاست معلم در آمریکا این آقا خدمت نظام رفته فقط سرود به این برای بچه ها یاد میداده بچه خدمت نظام یا اینکه یکی تو آشپسونه کار میکرده آقا اینکه از دستش به توفنگ نخورده اگر هم بوده مثلا وقتی ما من یادمه که ما خدمت نظام که بودیم ما رو بردن نمیدونم اون تپ های یه تارگت گذاشتن یه ترق و کردیم برگشتیم هیچ کدوم از اینا به اون لولی نیستن که شما همه رو چیکار میکنید با یک دونه جارو میشین حالا آیا راهی داره برای این نه آیا اتفاقی افتاده که ممکنه ممکنه انجام بشه آره و اون اینه که اگر در داخل خود آمریکا باشه به یک نحوی وارد آب میخشته. قانونی قانون غیر قانون که از پریده پایین وارد خاک آمریکاست اینجا میخواد بره چیکار کنه تقاضا بکنه میگن تو سپاه خدمت کردی این آقا یا خانم میتونه بره شکایت کنه به فدرال کورت حالا فرق اینجا با فرق بیرون چیه فرق بیرون که میره کنسولگری کنسولگری دستور رئیس جمهور رو اطاعت میکنه کرد با دستور جمهور آمریکا کاری نداره با وزارت ها کاری نداره تا موقعی که قوانینی که میذارن تو چارچوب قانون اصلی آمریکا باشه کاری نداره اگر تو چارچوب قانون اساسی نباشه کرد دستور میده به دولت که این باید کار بکنید شما کار خلافی کردین. به عنوان مثال مثلا من میگم برای این اگر احیانا من کلاینتی داشته باشم که به یک نحوی در داخل آمریکا شده آدم کرهاو اومده اینجا و خواسته مثلا پناهندگی تعوذ کنه این اینو تعوذ بعدا گفتم تو سبا خدمت میگری اولا اینو میبریم دادگاه برای چی برای دا... ش... رئیس جمهور یا مجلس این آمریکا اجازه ندارن یک قانون بنویسن که ویگ باشه دو تا چیزه یکی اینکه ویگ باشه یکی اووربراد باشه ویگ یعنی چی من جریان من بنویسم برای اینکه بایدتون بگم ویگ باشه برای چی من که میخورم نفهمم اصلا چی نوشته یورو دوم میشه که شامل کلی از جمعیت میشه به عنوان مثال بگم ویگنس چیه من موقعی که انتخابات میشه در آمریکا شنبه پیش از انتخابات میرم یه کافی شاپی میشینم و این دفترچه انتخاباتی که برای هم میفرستن همه رو میخونم یه تلفن دیگه هم از من جوری درود در شما جناب نصریان خوشحال هستم که میام دستم خوب شده آره آره واقعا میگم تکونش میتونم بدم بفرمایید اون دو بالا <تصفح> همیشه ازتون دور باشه ملسا. من هیچ چیزی رو ندارم ولی خب انقدر شما خوب صحبت میکنید و عالی صحبت میکنید همیشه میشینم و صحبت شما رو نگاه میکنم ولی یه سوال برام پیش اومد که برای لاتاری آمریکا محدودیت سنی وجود داره نو no. خیلی ممنون میشه برای اینکه برای اینکه بهتون این گفتم اون بچه 18 سالشه دیپلم باید داشته باشه محدودی از سنی اصلاً وجود نداره یعنی کسی که 73 سالش باشه از اون مهمه باشه مثلا یا سوئد میتونه بیاد تو لاتاری شرکت کنه سع... به شرکی در ایران متولد شده باشه بله بله بله, بله. اوکی خیلی ممنون ازتون براتون بهبودی بیشتر آرزو میکنم و سلامتی خیلی نسمت. ممنونم از برنامه هاتون خدا نگهدار خدا نگهدار شما باشه داشتم در اون آها من روزش شنبه پیش از انتخابات میشینم این کتابچه ای که برای انتخاباتی میام چکار میکنم نگاه میکنم برای هر چیزی موافق و مخالف نوشته شدم بعضی ما نگاه میکنم موافق رو میخونم نفهمم مخالف رو نمیفهمم خود اون لایهی که فرستادن اون رو نمیفهمم این رو بشکم وی که متاسفانه بدبختی به اینجاست که من میشینم این رو چکار میکنم جوابش نمیدم برای که نفهمیدم که جوابش بدم ولی یه ده همجور میرن همه رو تک میکنن بعد اون قانون میشه من که رو نفهمیدم باید چیکار کنم اطاعت بکنم مسئله اینه که اگر که احیانا کسی که سپاه بوده باشه بیاد اینجا کنسول موظف دستور رئیس جمهور رو اطاعت بکنه برای چی؟ رئیس جمهور رئیس رئیس رئیسشه یعنی کنسول زیر دست امبسادار کار میکنه اون برای زیر دست وزارت کشور کار میکنه وزیر کشور هم کارمند کیه رئیس جمهوره هیچ اجازه عوض کردن اون رو نداره یعنی بهش میگن ریویو نمیتونه ریویو بکنه از اون طرف یه نفر اومده چیکار کرده در آمریکاست میره اونجا و میگه آقا من اینجوری وارد شدم از سیم میخواهدار وارد شدم به عنوان مثال میگم الان میخوام چه تازه رفتم اینجا اینا به من میگن که چیه تو سپاه خدمت کردی <تصفح> وکیلش میرسه آقای در فدرال کورت چی باید میکنه فدرال کورت هم جای قشنگ یعنی به حساب بی نهایت منظمه بی نهایت قاضی سلواتی منجه نداریم آدم حسابی داریم Uh, قاضی ها بی نهایت انسانن بی نهایت دانشمندن و بی نهایت بی ش... وکیل شما برای میشه اونجا ش... شکایت میکنه جاج این قانون باید که از بین بره در مورد این کیس طب. جاج میگه چرا؟ میگه آه این اصلا اووربراد میاد یک یعنی چیزی میگیره یک براشی میگیره به همه رو رنگشون میکنه این کسی کسی که رفته توی توی آشپزخونه سیب زمینی پوسکنده اونی که راننده کرده با اون سردار سپاهی که رفته مردم رو کشته یا مثلا تروریست اکتیویتی کرده شما همه رو زیر طب... این قانون اصلا درست نیست جاج اون موقع میتونه درباره این دستور بده به دولت که این کار رو بکن حالا خوبی این چیه؟ خوبی این که موقعی که جاج به یک نفر دستور داد برای یک کسی دستور داد که این کار باید بشه اون موقع کنسوله باید میگه چیکار کنه؟ باید اینو اطاعت بکنه برای اینکه این دستور میده که آقای رئیس جمهور تو اینو نباید انجام میدی کار درست نیست بنابراین کار درست رو چکار میکنه اونا اعلام میکنن به کنسولگری که نمیتونی کارو. الان کیسی که من بشناسم که اتفاقا وارد آمریکا شده سپاه خدمت کرده دیروز نفر از ایران به من زنگ زد گفت سپاه خدمت کرده اینا گفتم جریان اینجوریه الان کاری نمیتونی بکنی بنابراین شما به چکار کنی اگر به یک نحوی نگفتم که باید این کار بکنیم برای که من اجازه ندارم به یک نفر بگم که کار غلط بکن ولی اگر کار غلط کرده باشه اون موقع میتونم چکارش کنم وکیلش کنم وزیفم اون موقعی که این کار انجام بدم اگر شما آمدی وارد آمریکا شدی به دلیلی رفتی با چت کردی افتادی داخل آمریکا از سیلم خواردار اومدی خود. به آب زدی خود تو اومدی اینجا موقعی که اینجا رسی اون وقت کار میکنه جاج رسیدگی میکنه یه مرتبه که جاش تصمیم بگیره اون وقت چی میشه این دستوری میشه که دولت باید انجام بده در مورد صحبتی که ناقا کردن در مورد لاتاری سن اصلا مس مسئله نیست یه بچه مثلا 17 ساله است که دیپلم داره میتونه شرکت بکنه و دیگه چی بخوام بگم آها من این چیزایی که برای لاتاری هستش میگن بذارن توی سایت من پست بکنن و اگر احیانا کسی خواست به من ایمیل بزنه من یک کپی براشون حساب براشون میفرستم دیگه میخواستم در مورد چی صحبت بکنم مدیه که آدم نگاه میکنه میبینه که الان وضعیتی که در دنیا هستش اگر که برمیگرده به اون منبع فضلی که ما در ایران داریم از beautiful بزنی که این عرب ها اومدن خرابش کردن و خرابترش هم دارن میکنن آقای مشیری حرف خیلی اون توی گرگ پیر زده آخرش میگه مردمان گر یک دگر را میدرند گرگ هاشان ره و رهبرن. یعنی در داخل هر بدنی هر انسانی یک چیز هست خوبی هست و یه بدی هست اون کسانی که همدیگر رو میدارن نمیتونن برن بشینن با هم صحبت بکنن و یه نفر میاد از این ور دنیا به اون ور دنیا میگه آقا من میخوام محافظه باشم. آقا برو تو نون سر کارمندات بذار نون سر صفحه که بهشون داری حکومت میکنی بذار به اون طرف دنیا چیکار داری؟ هر صورت دیگه من صحبتی که میخوام بکنم این, باع... این همه باعث این شده ببینید ما چه افراد دانشمند رو از این مملکت شما نگاه کنید دختر خانمی که در ایران بود خانم میرزا خانی <applause> این از دانشگاه دانشگاه آریامهر میرفت دیگه بلند شد اومد آمریکا جایزه نوبل برای ریاضیات جایزه نداره ولی یک جایزه داره که تقریبا معادل جایزه نابله این خانوم اومد اینجا و اون جایزه رو برد آیا این نمیتونست تو مملکت خودش کار بکنه؟ البته که نمیتونست کار بکنه برای اینکه رئیس شما دیگه آخونده که شش ساله شش کلا یا رئیس جمهور شش کلا یا الان که اگر دکتر هستش نمیدونم کاش یک توی و و کارهای دیگه انجام نمیدن در مورد <كتف> <applause> در مورد اسالم تعداد اسالم الان خیلی زیاد شده جمعیتی که الان وارد آمریکا شدن در ظرف این ریاست جمهوری آی بایدن از یه رقمی بین 17 هزار دلار س... سا... 17 هزار نفر تا 20 ,000... 17 ,000 ,000 تا 20 17 میلیون تا 20 میلیون بی نهایت شلوغه <applause> سیم ارسی زیاد زدم آقای امیرخان میگن که وقت تموم شده و اونایی که برای اصالم تازه کردن باید خیلی مغازه باشن وقت زیاد میخواد روز روزگار شما خوش تا هفته دیگه دکتر ایرج ناصریان وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا دادگاه های فدرال و دادگاه های بی آی ای در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید تلفن های تماس 855 947 7900 و یا 310 337 7900 و یا ارتباط از طریق وبسایت www.liningcall.com یک وکیل یک ایالت. دکتر منادلدار